سلام بچه ها، به کانال ورد آف تنکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست هشتگی از دشمنایی در بازی های ویدیویی آماده کردم که اشکتون رو در میارن. همه ای ما با همچین دشمنایی روبرو شدیم، اونایی که از بس سخت روی مخ هستن اشک ما رو در میارن، همونایی که از ته دل ازشون بدمون میاد. من امروز به 8 موردشون اشاره میکنم. شماره 8، فیلاکه ها، اساسنز کرید اوریجینز. از بازی اساسنز کرید اوریجینز بود که این بخش جدید به این فرانچایز اضافه شد. یه سری دشمن گولاخ وجود داشتن که دنبالتون راه میافتادن و خب به صورت رندوم درست میشدن. این دشمنا نسبت به بقیه خیلی خیلی قوی تر بودن، اما به نظر من بدترینشون مربوط به همون بازی اول، یعنی اساسنز کرید اوریجینز میشد. فیلاکه ها یعنی جایزه بگیرهای معروفی که در مصر باستان فعالیت میکردن. اونا اجیر شدن تا سراغ بایک بیان و شما را نابود بکنن. برخلاف بازی های بعدی، فیلاکه ها رندوم جنریتور نبودن، بلکه یک زره مشخصی داشتن که انصافا ظاهرشون را خیلی ترسناک میکرد. همیشه هم 4-5 تا لول از شما بالاتر بودن. وقتی که در نزدیکیشون بودید، یهو این بوق عجیب و غریب رو میشنیدید و بعد اونا با تمام قوا به سمتتون حمله میکردن. اگر داشتید روی ایزی و نرمال بازی رو انجام میدادید، اونقدر سخت نبود، اما هارد و اکسپرت بود که دهن شما رو واقعا سرویس میکرد، چرا که اصلا این لعنتی ها رو نمیشد کشت. خیلی وقتا به کمپ میرفتید تا اون رو از دشمن ها پاک بکنید، اما یهو سرکله فیلاکه پیدا میشد و در نتیجه با خودش کلی سرباز دیگر رو هم میآورد. تنها نکته مثبتی که در مورد فیلاکه ها وجود داشت این بود که بعد از شکست دادنشون میتونستید سلاح‌های خوبشون رو به دست بیارید. در ضمن بعد از اینکه همه اونا رو کشتید، از این خانمه یک کلید میگرفتید، میرفتید ته دریا یه صندوقچه رو باز میکردید و اون موقع بود که میتونستید زره اونا هم به دست بیارید، که تقریبا دیگه میشد آخرای بازی و عملا اون زیاد به دردتون نمیخورد. شماره 7، والمسترها، لجند آف زلدا. از هر کسی بپرسید توی فرانچایز لجند آف زلدا شاید دشمن مورد علاقهشون فرق بکنه، اما همه با یک صدا موافقن که والمسترها از جمله روی مخترین این دشمنا به حساب میامدن. اینا به هیچ عنوان اونقدر ترسناک نبودن، یا یعنی اینکه شکست دادنشون کار سختی نبود، نه، اونا فقط یک دست بودن که توی دانجن ها سراغتون میامدن. اگر خوششانس بودید میتونستید جا خالی بدید، در غیر این صورت اون دست شما رو میگرفت. الان با خودتون فکر میکنید حتما شما رو میکشن، اما نه، ای کاش میکشتتون، شما رو زنده برمیگردونه به اول دانجن. یعنی حتی ممکنه شما آخرای آخرش باشید، اما اگر والمستر میگرفتتون برمیگشتید همون اول دانجن و باید همش رو از اول انجام میدادید. از همون بازی اول لجند آف زلدا که برای انیس عرضه شده بود تا نسخه آخر یعنی بروس آف دوایل، این دشمن داخل بازی حضور دارن و هیچ تغییر خاصی هم نکردن. همون دستن که این حرکت چندش خودشونو تکرار میکنن، شما رو میگیرن و هر جایی که باشید براتون میگردونن اول دانجن. شماره 6، بسلیسک، دارک سولز 1. بسلیسک ها هم توی دارک سولز 1، هم 2 و هم 3 حضور دارن، اما من میخوام فقط در مورد بازی اول صحبت بکنم، چرا که با اختلاف خیلی زیاد مزخرف‌ترین مکانیزم توی کل فرانچایز دارک سولز توی قسمت اول داشتن. بسلیسک ها در نگاه اول اونقدر ترسناک نیستن، یک سری موجودات وزغ‌ترن که شما برای اولین بار توی فازلاب باهاشون رو در رو میشید. اونجا با 3-4 تا ضربه خیلی راحت میتونید بکشیدشون، اما یک گاز رو معمولا از دهن خودشون به بیرون میفرستن که خب اگر بیش از اندازه داخل این گاز باشید، کاراکتر شما نفرین میشه، اصطلاحا کرس میشه. اگر این اتفاق برای کاراکترتون میافتاد، خب شما میمردید. اما توی دارک سولز 1 هم اینطوری میشد، ولی بعدش یک موضوع بدتر هم وجود داشت. داخل بازی اول اگر شما نفرین میشدید، نه تنها میمردید، بلکه دفعه بعدی که خب زنده شده بودید، هلستون کاهش پیدا کرده بود، اونم به صورت دائمی، یک سوم از خونتون کلا میرفت، مگر اینکه میرفتید پیش درمانگرا و یا اینکه از یک آیتم خاصی استفاده میکردید. اونایی که برای اولین بار به این قسمت رفته بودن و چیزی در مورد نفرین شدن نمیدونستن، قطعا یکی از بدترین روزهای زندگیشون رو توی کل بازیهای ویدیویی تجربه کرده بودند. شماره 5، خورشید عصبانی، سوپر ماریو بروز 3. بدون هیچ تردیدی سومین نسخه از فرانچایز سوپر ماریو یکی از بهترین ها به حساب میاد. این پلتفرمی واقعا میتونه شما رو سرگرم خودش بکنه.
به جز یکی از مراحل اون که شما با این دشمن عوضی یعنی خورشید عصبانی رو در رو میشید. همون اول که شما بازی رو شروع میکنید میفهمید که خب تو یک مرحله کویری هستید و بالای سرتون خورشیده. هیچ چیز عجیبی وجود نداره. وقتی هم که حرکت میکنید خورشید باهاتون حرکت میکنه. اما با خودتون میگید اوکی این بخشی از بک‌گراند بازیه. چرا که هیچ کاری بهتون نداره. وقتی که تقریبا یک سوم مرحله رو رفتید جلو و به اون خورشید عادت کرده بودید، یهو میبینید که شروع میکنه به چرخیدن و بعد با سرعت به سمتتون حمله میکنه. اون یهو تبدیل میشه به دشمنتون. تنها کاری هم که میتونید انجام بدید اینه که از دستش فرار بکنید. آره، این امکان وجود داره که خورشید عصبانی رو بکشید، اما کار واقعا سختیه و قطعا برای این که بتونید اون رو انجام بدید قبلش بارها مردید. پس بهتون توصیه میکنم بیخیالش بشید و فرار بکنید. این خورشید مطمئنم که تونسته روزهای بچه‌های خیلی زیادی رو خراب بکنه. مطمئنم خیلی‌ها بودن که سر این مرحله گیر کرده بودن، چرا که هم سرعتش زیاد بود و هم اینکه حتی کوچکترین قسمتش میتونست شما رو بکشه. شماره 4، Monstrosity of Sin، Dark Souls 3. مطمئنم خیلی‌ها این هیولا رو با اسمش Monstrosity of Sin نمی‌شناسن. بیشتر بهش میگن اون یارو دسته. آره، داخل بازی دارک سولز هم یه دشمن وجود داره که کلن فقط دسته، اما برخلاف لجند آف زلدا شکست دادنش دهن شما رو سرویس میکنه. توی دارک سولز 3 یه بخش وجود داره که شما میتونید به این کلیسای عجیب و غریب برسید و توش این دستا رو ببینید که روی زمین خوابیدن. خب بهتون توصیه میکنم که بیخیالش بشید، از کنارشون عبور کنید، به هیچ عنوان باهاشون درگیر نشید. اصلا نیاز نیست اونا رو بکشن. این یکی از خوبیای دارک سولزه. اگر خدایی نکرده سرتون به جایی بخوره و هوس کنید که با این موجودات عجیب و غریب مبارزه بکنید، اون موقع است که خیلی خوب متوجه حرف من میشید، چرا که این لعنتی رو به هیچ عنوان نمیشه کشت. اونا خیلی آروم حرکت میکنن، اما وقتی میافتن روتون میگیرنتون و واقعا اگر هلستون اونقدر بالا نباشه توی یک حرکت میتونن شما رو بخورن. تازه خیلی هم تانکی هستن، به راحتی نمیشه اونا رو کشت. امکان نداره که شما با دوتا از اونا در آن واحد درگیر بشید و بعد به اف نرید. تازه جایی هم که مبارزه میکنید یا توی این کلیسای خیلی تنگه و یا اینکه توی آب که سرعتتون خیلی خیلی میاد پایین تر. از همه اینا بدتر اینه که کشتنشون هیچ جایزه‌ای به شما نمیده. دانگ پای میگیرید، مزخرف ترین آیتم توی کل فرانچایز دارک سولز. از من به شما نصیحت، کلن بیخیال مانسترسیتی آف سین بشید و به راهتون ادامه بدید. واقعا چیز رو از دست نمیدید. شماره 3، فراسترول، الدرسکرول 5، اسکایریم. خب فراسترول ها به صورت کلی اصلا موجودات اونقدر قوی نیستن. خب شکست دادنشون کار آسونی هم نیستا، اما اگر شما تقریبا لول 20 به بالا باشید خیلی راحت میتونید اونا رو شکست بدید. یک فراسترول خاص وجود داره که داخل اسکایریم حسابی دمار از روزگار شما در میاره. من به شخص کسی هم که اول سعی میکنم ماموریت های فرعی رو انجام بدم و بعد برم سراغ ماموریت های اصلی، اما مطمئنم خیلی کلا برعکس منم، اونا دوست دارن همون اول برن سراغ داستان بازی. خب همون اوایل وقتی که شما رو میخوان سراغ گری بیرد ها بفرستن و دارید به گلوی دنیا میرید، میتونید توی این کوه برای اولین بار با فراست ترول درگیر بشید. و از اونجایی که این اتفاق همون اوایل بازی میفته و قطعا شما لولتون در حد 4 و 5، این فراست ترول دهن شما رو سرویس میکنه. خیلیا باور داشتن که این یارو یک باسه، فکر میکردن همون اول بازی یک باس جلوشون قرار داده، اما اینطوری نیست، یه دشمن معمولیه که خیلیا رو کلن از بازی کردن اسکایری منصرف کرده. شماره 2، سنایپر جکل، هیلو. وقتی اسم فرانچایز هیلو میاد قطعا شما یاد دشمنهای خفنتری مثل الیت ها و یا هانتر ها میافتید. هیچ کس به سنایپر جکل فکر نمیکنه، اما بیاد داشته باشید که ما داریم در مورد دشمنهای روی مخ صحبت میکنیم. هانترا قوی هستن اما روی مخ نیستن، از همون هیکلشون میشه حد زد که اونا گولاخن. اما سنایپر جکلا با این قیافشون آخه میتونن چیکار بکنن؟ اسمش روشه، اونا سنایپر هستن. و اگر شما بازی رو روی حالت لژندری انجام بدید، اصابت یک تیر از اونا میتونه مستر چیف رو بکشه. این یکی از بدترین شوخیایی بود که استودیو بانجی با پلیرها انجام داد.
اگر شما از هر هیلو باز حرفه‌ای بپرسید که بدترین اتفاق اونا توی انجام دادن این بازی چیه، بهتون میگن اسنایپر جکل ها، مخصوصا توی بازی هیلو 2، چرا که تیرشون واقعا خطا نمیره. یعنی اگر نتونید اونا رو سورپرایز بکنید، یک لحظه هم اگر خودتون رو نشون بدید با یک ضربه میتونن شما رو بکشن و روزگارتون رو سیاه بکنند. در واقع یکی از نقدای اصلی که پلیرها به بازی هیلو 2 وارد میکردن به جز داستان نیمه کاره همین دشمن عوضی بود، چرا که لژندری بازی کردن و برخلاف کامبت ایوالف تبدیل کرده بود به یک کابوس و همین دلیل بود که توی هیلو 3 یه ذره ضعیفترش کرده بودن. یعنی شما با دو تا تیر میمردید و خوشبختانه هرچی که بازی ها بالاتر رفتن اسنایپر جکل ضعیفتر شد، اما توی هیلو 2 واقعا بدتر از هر باسی بود. شماره 1، لیچمن رزیدنت اویل 0. فکر میکنم از اونجایی که رزیدنت اویل 0 اونقدر محبوب نیست شاید به این دشمن زیاد اشاره نمیشه، چرا که شما اگر هر لیست از دشمنای سخت یا رزیدنت اویل رو برید ببینید با چیزای معمولی مثل لیکرها، هانترها و یا همچین چیزای رو در رو میشید. هیچ کس نمیاد به لیچمن از بازی رزیدنت اویل 0 اشاره بکنه. این موجودات به معنای واقعی از باز سخت‌تر هستن، به هیچ عنوان نمیشه اونا رو شکست داد، مخصوصا اوایل بازی. اگر با اونا توی اتاق گیر بیافتید شک نکنید که میتونن شما رو بکشن. آره سرعتشون پایینه، اما میتونن دست خودشون رو دراز بکنن و از فاصله دور بهتون برسن. به شخصه من تا حالا 3 بار بازی رزیدنت ایویل 0 رو انجام دادم و خب جالبه بدونید که تا حالا به هیچ عنوان نتونستم اونا رو بکشم. نه اینکه نشه، نه، انقدر ازتون وقت و مهمات میگیره که اصلا ارزششو ندارن. خوشبختانه هیچ جایی از بازی وجود نداره که شما حتما باید با یکی از اونا مبارزه بکنید یا یکیشون رو بکشید، همیشه میتونید از دستشون فرار بکنید. اما دفعه اول که اونا رو میبینید با خودتون میگید اوکی یه جور زامبی هم دیگه، اما وقتی که باشون درگیر میشید اون موقع میبینید که هیچ سلاحی روشون کارساز نیست، هر چقدر بهشون تیر بزنید اونا زنده میمونن و شما رو آروم آروم میکشن. خب بچه ها اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شاید از نظر شما دشمنه دیگه هم میتونستن توی این لیست باشن، پس توی کامنت ها حتما دشمن مورد نظر خودتون رو بنویسید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.